أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفدا وأرواح العالمين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه العظيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن خير الزاد التقوى. در آغاز خطبه اول خود و همه شما نمازگزاران مؤمن و خواهران مؤمنه را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم، زیرا تقوا تحقق بخش تمام اهداف انبیا و اولیا و همه صالحان راه هدایت و رستگاری است. با تقواست که شخصیت سالم انسان شکل می گیرد و رفتار پربرکت از او سر می زند و تقوا گوهری است که انسان را مسئولیت شناس و مسئولیت گرابار می آورد و در یک کلام خیر و سعادت دنیا و آخرت همه ما و شما در این است که خدای علیم حکیم را در لحظه‌های زندگی خود حاضر و ناظر بدانیم و بر مبنای این درک رابطه خود را با زندگی درست و متعهدانه و مؤمنانه تنظیم کنیم. و اما خطبه اول را به بحث معارف دینی اختصاص بدهیم و در خطبه دوم هم مناسبت‌های سیاسی و تاریخی و اعتقادی وجود دارد که با حول و قوه الهی و آنها نیز خواهیم پرداخت. اگر صحبت را این گونه آغاز کنیم که ما به عنوان انسان‌های مسلمان و پیرو آیین توحیدی چگونه می توانیم یک زندگی ارزشمند دینی داشته باشیم و باید چی ویژگی ها و خصوصیاتی در زندگی ما باشد تا بتوانیم در این دنیا دین مدار زندگی کنیم، پرداختن به پاسخ این سوال را باید بر مدار مسئولیت شناسی پی بگیریم و آن این که از خود بپرسیم ما به عنوان انسان‌های دارای
هویت‌ها را شناختیم به ادای آن بپردازیم، شناخت مسئولیت و ادای مسئولیت در حقیقت پاسخگوی این سوال است که ما چه ویژگی‌هایی را از زندگی دینی جدی بگیریم تا بتوانیم یک زندگی ایمانی و آرمانی و ارزشی را مرتب دنبال کنیم. ویژگی‌های اصیل زندگی دینی چیست؟ خیلی ویژگی‌ها ممکن است داشته باشد، ولی بنده امروز سه تا ویژگی را برای شما در این فرصت کوتاه مطرح می‌کنم و آن این که برای داشتن یک زندگی سالم و ارزشمدار دینی ما باید سه ویژگی و خصوصیت را در وجودمان و در خانواده‌مان و در جامعه‌مان هم ایجاد بکنیم و هم پرورش بدیم و هم نهادینه اش کنیم تا زندگی ما بر مدار ارزش‌های دینی ادامه پیدا کند. اولین ویژگی اصیل یک زندگی دینی، برادران، عزیزان، نمازگزاران نماز جمعه، به خصوص نسل جوان، آگاهی دینیست. اساساً همه انبیا و اولیا آمدن و ادیان الهی را آوردن و سرانجام خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی آمد تا به انسانها علم و دانش و معرفت و آگاهی از متن زندگی و فلسفه زندگی و اهداف عالی و ارزشمند زندگی بدهد. اول باید زندگی دینی را بشناسیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. خداوند به پیامبرش میفرماید دعوت کن مردم را به راه خدا بر اساس حکمت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، یعنی راه دینداری و خداشناسی و خداباوری و خداگرایی در اندیشه اسلامی از مسیر علم و دانش و معرفت و آگاهی گذرد. انسان اگر دین را شناخت و آگاهانه قبول کرد، اون وقت زندگی دینی برایش معنا پیدا می کند و از این که با دین و ایمان و ارزش‌های اعتقادی زندگی می کند احساس آرامش می کند و احساس لذت می کند. چرا سراسر زندگی انبیا و اولیا علی رغم همه تلخی‌ها و رنج‌ها و درد‌هایی که در مسیر مبارزه با شرک و کفر و باطل و بت‌پرستی کشیدن، از کجای زندگی خود لذت می‌بردن؟ از این که خدا را خوب می‌شناختن، از این که خود را درست شناخته بودن، از این که هستی و نظام آفرینش را عمیقاً فهم کرده بودن و با عمق فلسفه حکمت‌آمیز زندگی آشنا شده بودن و می دانستن که این دنیا گذرگاه بیش نیست، اقامتگاه انسان در جهان دیگر و سرای ابدیست و می دانستن که جسم انسان ابزاریست در خدمت روح و جان
و عقل و اندیشه و ایمان او، و لذا سختی‌های جسمی را که تحمل می‌کردند از لذت‌های معرفتی و معنوی لذت می‌بردند و نیرو می‌گرفتند و بر موازی بر حق خود می‌ایستادند و با همه اربابان ستم و باطل می‌جنگیدند. و این برای ما و شما درسی بزرگ زندگی است که اگر میخواهیم در این نظام آفرینش و در دیل این حیاهوی زندگی رنجهای سیاسی و اجتماعی و امنیتی و اقتصادی و در افتادن با رسمها و رواجها و عادتهای بیمعنا و ویرانگر زندگی لذت داشته باشد، خوب دینمون را بشناسیم و عاشقانه با دین و ایمان و خدا و انبیا و ارزش‌های دینی زندگی کنیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اوست خدایی که فرستاد برای امتها رسولا، منهم از جنس مردم برایشان میفرستاد پیامبری، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تا آیات الهی را برای مردم بخواند و مردم را آگاه کند از وجودش و هستیش و موقعیتش و مسئولیتهایشان. وقتی مردم موقعیت خود را و انسان موقعیت خود را در این عالم شناخت و به مسئولیت‌های ایمانی و آرمانی و معنوی و اخلاقی و رفتاری و فردی و اجتماعیش بر مدار معرفتی دینی آشنا شد، اون وقت است که لحظه لحظه زندگی برایش معنا پیدا می کند. نماز خواندنهایش، روزه گرفتنهایش، صداقت پیشگیهایش، از دروغ و درب و رنگ و نیرنگ فاصله گرفتنهایش، اینها زمان معنا پیدا می کند. برادران، که ما به دنبال آگاهی دینی باشیم. هر کسی با دنبال آگاهی بود به سوی آگاهی هم می رود. در مسجد رفتن، قرآن را تلاوت کردن، با مراکز علمی سر و کار داشتن و کتاب دین شناسی را جزء برنامه های روزمره خود قرار دادن و حاضر شدن بر سر کلاس ها و برنامه های آموزشی در حوزه دین و شرکت کردن در نماز جمعه و شنیدن از معارف الهی و اسلامی و قرآنی و وحیانی، اینا همه بسترهایی است که فراهم شده است تا ما و شما به عنوان انسانهای مسلمان دینمان را و ارزش‌های دینیمان را هر چه بیشتر و بهتر بشناسیم و مسئولیت‌های خود عمل کنیم. یکی از آیات قرآنی که انسان را باز به معرفت دینی و آگاهی از مسئولیت‌ها فرا می‌خواند، آیه مبارکه 23 سوره ملک است که می‌فرماید: قل هو الذی انشأکم، اولا بدانید که شما را خدا آفریده است. وقتی انسان فهمید من مخلوق خدا هستم، من مرزوق خدا هستم، حیات من، ممات من، زندگی من، سلامتی من، امنیت من، سعادت من همه از آن خداست، اون وقت است که بیشتر موقعیت خود را میشناسد،
بیشتر به نقش خدا در زندگیش پی میبرد و بیشتر بر مدار خدا شناسی و خدا باوری گام بر میدارد و ادای مسئولیت میکند. اونی که انسان را اسیر هوا و هوس میکند، اونی که انسان را به بند دامهای شیاطین جنی و انسی میکشاند، اونی که انسان را از صراط مستقیم حق منحرف کرده و به وادی حیرانی و سرگردانی میکشاند، غفلت و جهالت نسبتی به زندگی و فلسفه زندگی توحیدی است. پس بر ماست که همیشه تلاش کنیم و کوشش کنیم و بر مدار منطقی راه و دین مبین اسلام روز بروز بر معرفت توحیدی خود بیفزاییم تا بتوانیم در برابر تهاجم فرهنگ‌های محیطی تاب بیاوریم و هرگز اسیر فرهنگ‌های محیط نشویم. قل هو الذی انشأکم، اوست خدایی که شما را آفریده است. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، یعنی با آیات خدا در وجودتون توجه کنید و قرار داده است برای شما قدرت شنیدن و قدرت دیدن و قدرت اندیشه کردن. این چشمهای ما نعمتهای خداست، گوشهای ما نعمتهای خداست، فکر و عقل و اندیشه و قدرت عقلانی ما نعمتهای خداست که ما باید در راه رضای خدا و شناخت خدا و ارزش‌های توحیدی از این نعمتها استفاده کنیم. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اوست خدایی که برای شما گوش و چشم و قوه عاقله قرار داد. بعد قرآن گلایه‌مندانه می‌فرماید قلیل ما تشکرون، متاسفانه عده قلیل از مردم هستند که متوجه حضور نعمتهای خدا در سراسر وجودش باشند. میگن بسیار کمی از آدم ها شکرگزارند. شکرگزاری نعمت برادران بدین معناست که یک نعمت را در مسیر خودش استفاده کنیم، با چشم خود حقایق و آیات الهی را ببینیم، با گوش خود فریادهای انبیا و اولیا و قرآن و قرآن مبین را بشنویم و با قوه عقلانی خود زندگی را تحلیل کنیم و زندگی را یک حقیقت هدفدار و هدفمند بدانیم و بفهمیم و در جهت معنا کردن آن بیشتر تلاش نماییم. دومین نکته که به یک زندگی ایمانی و دینی کمک میکند بحث تربیت دینی است. ما پس از آن که شناختیم که این آدم خدا دارد و خدا انبیا را فرستاده و کتاب و قانون برای زندگی فرستاده، باید به سمت ساختن شخصیت خود برای تربیت دینی اقدام کنیم، به معنای تلاش برای تنظیم رفتار و گفتار و نگاه خود بر مدار آموزه‌های دینی. اگر صداقت یک ارزش است، امانت دار بودن یک ارزش است، خدمتی به خلق خدا یک ارزش است و دوری از رنگ و نیرنگ و ریب و ریاض ارزش است، تلاش کنیم هر روز و هر لحظه خود و خانواده خود را اینگونه دین شناس و دین مدار تربیت کنیم. قرآن می فرماید قل کلون یعملو علا شاکلته، هر انسانی
بر مدار شاکله و شخصیتی تربیت یافته اش عمل می کند. اینجا سوال این است که ببینیم شاکله ما را و شخصیت انسانی و اخلاقی ما را چی عوامل شکل داده است. اگر این شخصیت را هوا و هوس شکل داد، رفتار ما نیز هوس بازانه خواهد بود. اگر این شخصیت را مادی پرستی و پول پرستی و قدرت پرستی شکل داد، ما به همون سمت گرایش پیدا خواهیم کرد. و اگر شخصیت ما را ملاحظات عرفی و رسم و رواجهای قومی و قبیلهی و محیطی شکل داد، رفتار ما نیز بر مدار تحصیل رضای مردم صورت میگیرد. و اگر رفیق و محیط در زندگی ما تأثیر گذار بود، اون وقت گفتار ما و رفتار ما و موضع‌گیری های ما هم رنگ کاملا محیطی به خود میگیرد و دیگه از ارزش ها و مدار ارزش های توحیدی فاصله میگیرد. و اما اگر شخصیت ما را توحید شکل داد، نبوت شکل داد، امامت و ولایت شکل داد، ارزش های متعالی دینی و قرآنی شکل داد، اون وقت گفتار ما و رفتار ما و موضع‌گیری های ما هم رنگ و بوی خدا و انبیا و اولیا و ارزش های دینی را به خود می گیرد. تربیت کردن و تربیت شدن کار سختی است. اگر انسان بخواهد یک شخصیت سالم دینی داشته باشد و از اون طرف ما بخواهیم خانواده دینی داشته باشیم و از اون طرف ما بخواهیم یک جامعه دین مدار داشته باشیم، از یک طرف باید ارزش ها را بشناسیم و مرتب برای پیاده کردن آنها تمرین داشته باشیم و از سوی دیگر با برنامه های موجودی که در جامعه هست باید در بیفتیم و با تمام مظاهر باطل و شرک و گمراهی و تباه کننده شخصیت و اخلاق در بیفتیم. و این مقاومت لازم دارد، این استقامت و استادگی لازم دارد. و اساساً رمز پیروزی انسان در میدان بندگی خدا و دست رد زدن به سینه غیر خدا، همین استادگی و استقامت بر سر ارزش هاست. و لذا قرآن می فرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردن و دیگه ایمانشان را به ظلم آلوده نکردن، به خود ظلم نکردن، به همسایه ظلم نکردن، و بیچاره ها ظلم نکردن، به خلق خدا ظلم نکردن، به ادای حق خدا و انبیا و اولیا ظلم نکردن. بعد می فرماید ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. این گونه آدم ها که در مسیر مبارزه با ضد ارزش ها و همراه شدن با ارزش های دینی و اسلامی آمدن و استادن و ماندن، برای اینا امنیت جانی، امنیت روحی، امنیت اخلاقی و امنیت دنیوی و اخروی وجود دارد. و چنین انسان های هدایت شوندگان و رستگارانند. پس دومین برنامه یا ویژگی اصیل دینی که باید در زندگی خود جدی بگیریم و با آنها زندگی کنیم این است که خود را و شخصیت خود را و اخلاق خود را و گفتار خود را و رفتار خود را با آموزه ها و ارزش های دینی مرتب تنظیم کنیم و با تمام رسم و رواج های غیر دینی مبارزه کنیم. سومین عاملی که انسان را در مسیر زندگی دینی بسیار ثابت قدم نگه می دارد
تعهد دینی صلوات عنایت است. تعهد به معنای استادگی آگاهانه در قبال ادای مسئولیت های دینی است. حالا که ما به برکت وجود نازنین پیامبر و تلاش امامان معصوم و تلاش علما و فقها و بزرگان و شخصیتها و صالحان این امت ذخیره مانند قرآن و نهج البلاغه را در اختیار داریم و مرتب در محیطهای دینی از معارف دینی میشنویم و تا جای شناخت و معرفت برای ما حاصل میشود، اگر بتوانیم اون ویژگی دوم یعنی تربیت شخصیت دینی برای خود موفق بشویم، اون وقت تازه نوبت میرسد به تعهد. تعهد یعنی استادگی آگاهانه در قبال ادای مسئولیت های دینی. ببینید ما در این دنیا چی بخواهیم چی نخواهیم، فرهنگ های متنوعی وجود دارد، صداهای متکثر وجود دارد، گفته های فراوان از ادیان مختلف هست، از آدم ها، از رسانه ها، از نهادها، از شخصیت ها، از اندیشه ها مرتب سخن برای زندگی میشنویم. اما اونی که ما را میتواند در مسیر دینداری آرمانی ثابت قدم نگه دارد، تعهد دینی در قبال ادای مسئولیت های دینی است. و این زمان امکان دارد که دین ما و ایمان ما و اعتقادات ما و باورهای دینی ما بر مدار معرفت و تربیت استوار شود، که چی در جلا و چی در خفا، چی در حضور مردم و چی در غیر حضور مردم، مواظب باشیم و مراقب باشیم که از خط بندگی خدا خارج نشویم و دینمان را قربانی دنیای خود و دیگران نکنیم. قرآن کریم می‌فرماید ان الذين آمنوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که اومدن در میدان خدا باوری ایستادن و استقامت کردن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر آنها نازل می شود. خب ملائکه که نازل شد چه کار می کند؟ می فرماید لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. از این که دیندار زندگی کردی، مؤمن زندگی کردی و متعهد زندگی کردی، لا تخافوا ولا تحزنوا، ممکن است مورید پسند دوستان و آشنایان نبوده باشد، مورید پسند جامعه نبوده باشد، با رسم و رواج های بی بنیاد جامعه در افتاده باشی، ولی لا تخافوا، اصلا خوفی نداشته باش، ولا تحزنوا، محزون هم نباش، و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، و تو را بشارت میدهم با اون بهشتی که خدا وعده داده است. رسیدن با اون بهشتی سعادت و سلامتی ابدی زمان امکان دارد. عزیزان، برادران، نوجوانان، که ما این سه عامل و سه ویژگی اصیل دینی را در زندگی خود جدی بگیریم، یک سعی کنیم آگاهی دینی را افزایش بدهیم، دوم تلاش کنیم تا تربیت شخصیت خود را بر مدار دین و ایمان و قرآن استوار کنیم، سوم علی رغم میل باطنی خود و جامعه خود و دوست و رفیق و آشنای خود پای ارزش ها بمانیم و استقامت کنیم و زندگی آگاهانه و تربیت مدار و متعهدانه دینی را در تمام عمر دنبال کنیم، تا بتوانیم هم از این دنیا
لذت واقعی را برده باشیم و هم در اون دنیا سرفرازانه زندگی کنیم. امیدواریم خدای متعال به آبروی مهدی فاطمه به همه ما و شما این توفیق را عنایت کند که جان و جوانی و عمر و سرمایه هستی من را در راه بندگی آگاهانه و مسئولیت مدارانه سپری نماییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين آیتك الكبرى و النبأ العظیم و على الصدیقة الطاهرة و على الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی بهم نتولى بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى عباد الله أوصيكم بتقوى الله. در آغاز خطبه دوم خود و همه شما مؤمنان نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می‌خوانیم و امیدواریم که خدای متعال به همه ما و شما توفیق رفتن در مسیر بندگی و تقوا و پروای الهی را عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در خطبه دوم مناسبت های فراوانی وجود دارد که به فراخور ظرفیت وقت به آنها خواهیم پرداخت. اولین مناسبت بحث روز جهانی کتاب و کتابخوانی هست که از سوی یونسکو به عنوان بخشی از سازمان ملل در 23 آوریل سال 1999 این روز که اینجا میشد چهارم ماه سال با عنوان روز جهانی کتاب و کتابخوانی اعلام شده است. این یک حرکت بسیار ارزشمند و ارزشمدار است که خرد و عقلانیت بشر به جای رسیده است که یک روز را به کتاب و ارزش کتاب و نقش کتاب و جایگاه کتاب و اهمیت کتاب اختصاص میدهند تا افکار عمومی جهان را نسبت به نقش کتاب در زندگی جلب کند. البته ما خدا را سپاسگزار هستیم که پیرو آیین هستیم که اساساً با قلم آغاز شده است، با خواندن آغاز شده است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. با کتابی که با آیینی که با کتاب و با خواندن و با قلم آغاز می شود، این در حقیقت مکتب سعادت و سلامت و امنیت دنیا و آخرت انسان هست. منتها نسبت به همه کشورها قطعاً ضریب کتابخوانی در کشور ما پایین هست به دلایل متعدد. اولین که بخش بزرگ از جامعه ما سالهای سال بی سواد نگه داشته بودند و امکانات آموزشی در کشور به شدت
پایین بود و هنوزم که هنوز از پایین هست. منتها مسئولین کشور باید به فکر این باشند که فرهنگ کتاب را و کتاب دوستی را و کتاب خانی را در جامعه ترویج کنند، از طریق بر ایجاد مراکز مطالعاتی و مراکز آموزشی و از طریق فرهنگ رسانه‌ای جامعه افغانستانی را به سمت کتاب سوق بدهند. چون هر چی که در این کشور اگر جنگ بوده، ویرانی بوده، آسیب‌های اجتماعی بوده و امروز اگر کشور ما و مردم ما دچار مشکلات هست، به خاطر این هست که کتاب در زندگی اجتماعی ما نقش‌آفرین نبوده. بنابراین نسل جوان ما باید به کتاب توجه بکنن، وزیران کشور باید بیش از دیگران کتاب مطالعه کنن، کتاب‌های سیاسی بخوانن، کتاب‌های مدیریتی بخوانن، کتاب‌های مدیریت فکری و فرهنگی جامعه دینی را مطالعه کنن. والیان این سرزمین باید بیشتر از مردم کتاب بخوانن تا رنج‌ها و درد‌ها و ریشه مشکلات کشور را بیشتر بفهمن و عمیق‌تر بفهمن و برای درمان این دردها طرح‌ها و برنامه‌های کاربردی و اجرایی و ارزشمند و اصیل و بنیادین را بتوانند طرح‌ریزی بکنند. در این کشور تا زمانی که کتاب مهجور باشد و وزیران کشور با کتاب فاصله داشته باشند، اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و علمی کشور تغییر نخواهد کرد. بنابراین همه ما و شما باید این دغدغه را داشته باشیم که در شبانه روز چند صفحه کتاب باید بخوانیم. در مسائل تربیتی، در مسائل اجتماعی، در مسائل دینی، در مسائل اخلاقی. این یکی از بحث‌های بسیار جدی و ارزشمند هست که نقش کتاب برای آبادانی یک جامعه ویران شده مثل افغانستان یک نقش بی‌بدیل و بدون جایگزین هست. و ما امیدواریم که پس از 14 جنگ و ویرانی، گردانندگان امروز کشور برای آبادانی این سرزمین کتاب را و کتاب خواندن را و درس را و تحصیل را و قلم را و دانشگاه را و مدرسه ها را مبنای سازندگی کشور و رهایی کشور از وابستگی های سیاسی و اقتصادی قرار بدهند. دومین مناسبتی که باید با آن توجه کنیم، امروز 7 ماه ثور است و فردا نیز 8 ماه ثور است. 7 ثور و 8 ثور در تاریخ افغانستان روزهای بسیار عجیب تاریخی است. در 7 ثور این کشور اشغال می شود و در 8 ثور پس از سالها مبارزه و جهاد این کشور آزاد می شود. در 7 ثور شوروی با اون قدرت حیولاییش، با همکاری کمونیست های داخلی وارد افغانستان می شود برای رسیدن به یک سری منافع و مقامی کشور ما را اشغال می کند. اما واکنش جامعه دینی و اسلامی و مردمان مؤمن و متدین افغانستان در قبال اشغال شوروی و همکاری کمونیست های داخلی واکنش مؤمنانه و متعهدانه و جهادگرانه است. سالیان سال مجاهدین متعهدانه جنگیدن، عاشقانه جنگیدن، قهرمانانه جنگیدن، مؤمنانه جنگیدن و ما به همه ارواح شهیدان، همه مجاهدان راه حق درود میفرستیم و قهرمانی های اونها را می ستاییم و به خونهای پاکشون که در سنگرهای نبرد علیه اشغالگران روس ریخته است ادای احترام می کنیم. اما متاسفانه و دردآور است این را بگیم که جهاد سرانجام به انحراف کشیده شد و این عبرت های تاریخ است.
و همون مجاهدینی که روس را با قدرت حیولاییش شکست داد و همه معادلات روس ها را در این کشور با کمترین تسلیحات نظامی به هم ریخت، چرا اون گونه پیروز می شدن؟ چون مؤمن بودن، چون متعهد بودن، چون وطنشان را دوست داشتن، چون سرزمین و ناموسشان را دوست داشتن. اما پس از این که روس ها رفت، در اثر توطئه های استخباراتی منطقی و فرامنطقی از یک طرف و باز در اثر کم اطلاعاتی مجاهدین و سران جهاد، جهاد به ضد جهاد تبدیل شد که باز اینجا بحث اهمیت کتاب خودش را نشان می‌دهد. اگر رهبران مجاهدین اهل مطالعه بودند، اگر اهل تحصیلات عالی بودند و اگر دنیای سیاست را بیشتر می‌شناختند و اگر ارتباطاتشون را با کشورهای منطقه و فرامنطقه بر اساس رقابت سیاسی برنامه کردن نه بر اساس رفاقت دینی، اون سرنوشت جهاد اونچه که باید میشد این گونه نمیشد. ولی متاسفانه این اطلاعات را نداشتند، جریانهای سیاسی و استخباراتی را نمیشناختند و همون آمریکایی که مجاهدین را در برابر روس تجهیز کرد، سرانجام با توطئه دیگر مجاهدین را به جان هم انداخت. ارزش‌های جهادی که بر مدار دین و ایمان و قرآن بود را به فراموشی سپرد. ارزش‌های قومی و قبیله‌ای جایگزین ارزش‌های دینی شد و لذا جنگ‌های قومی به وجود آمد، جنجال‌های قبیله‌ای به وجود آمد، برادرکشی‌های بین الافغانی به وجود آمد و همه اینها باز درس عبرت است، هم برای ملت افغانستان و هم برای دولت افغانستان و هم برای دولت سرپرست طالبان که از گذشته ناکام این سرزمین که بر مبنای جهاد و مجاهدت هم صورت گرفته بود عبرت بگیرند. انحصار طلبی باعث شد که جهاد از بین برود، قبیله گرایی باعث شد که جهاد از بین برود، منم منم گفتنها باعث شد که ارزش‌های جهادی فراموش شود. امروز هم آفت ثبات سیاسی و اجتماعی و امنیتی دوباره همون بحث انحصار طلبی است. اگر این حصار قدرت نشکند، اگر دولت فراگیر ملی به وجود نیاید، اگر اعتماد اجتماعی و سیاسی میان دولت و ملت برقرار شده و به مرحله از نهادینگی نرسد، باز هم ممکن است قدرت ها به این کشور طمع کنند و باز هم کشور ما را و مردم ما را و ملت ما را به سمت بحران های داخلی پیش ببرند. که ما امیدوار مسئولین امروز کشور همه اوضاع منطقی و جهانی را رصد کنند و آشفتگی ها و تنش های داخلی را مدیریت کنند، فرهنگ همدلی و همزیستی و برادری بین الافغانی را با تمام قدرت و نیرو در جامعه هم ایجاد کنند، هم ادامه بدهند و هم نهاد نسازی بکنند تا بر اساس اراده ملی در افغانستان دیگر هیچ کسی نتواند در این کشور طمع بکند و آتش روشن بکند و منافع خودش را تأمین بکند. این یکی از عبرت ها و زیبه اصطلاح نقطه های تاریخ است که همه ما و به خصوص دولت مردان از این مسائل باید عبرت بگیرند و مسیر ملت افغانستان را به سمت اخوت و برادری و همدلی و همپذیری و پیش ببرند. سومین مناسبت اینه که در این ماه ما هم جنگ احد را داریم و هم جنگ خندق را. تاریخ اسلام را که وقتی بخونیم میفهمیم که گوهر بنام دین و قرآن و ارزش‌های دینی چگونه و با چه رنج‌ها و دردها و تلخی‌ها و تلخ‌خامه‌هایی که رسول گرامی اسلام و مسلمانان و مجاهدان سطر اسلام کشیدن امروز به دست ما رسیده است. در جنگ احد اون جایی که پیامبر آمد جنگ را مدیریت کرد و چینش جبهه را مدیریت کرد بسیار یک چینش درست بوده،
عده را در یک باریکه مستقر کرد که شما از اینجا تکان نخورید. بقیه در میدان جنگ آمدند و مؤمنانه هم جنگیدند و کفار قریش را بعد از جنگ بدر در جنگ احد هم علی رغم ساز و برگ نظامی که داشت با شکست مواجه کردند. اما لحظه غفلت و تخطی از رسول گرامی اسلام باعث شد که مسلمانان ضعیف الایمان طمع کنند به غنیمت و اون باریکه را رها کردند و دشمن از اون باریکه آمد و دوباره به قلب لشکر حمله کرد و آمد اونچه که بر سر همه مسلمانان آمد. عده فرار کردند. پیامبر در وسط معرکه مبارزه می کرد. مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با تمام وجود از وجود نازنین پیامبر دفاع کرد به گونه ای که 70 ضربه و 70 زخم شمشیر در وجود نازنینش خورد، ولی دست از حمایت پیامبر بر نداشت و در همین جنگ بود که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید و اون صحنه تلخ و تراژدی را باز به دستور هنده زن ابو سفیان در اینجا به وجود آمد که بدن مبارک حمزه را مشله کردن و جگرش را در آوردن و خوردن و این نهایت قساوت و کینه و عداوت و دشمنی عجیب و غریب اون محیط را به پیامبر و دین پیامبر و قرآن پیامبر و آیین پیامبر نشان می‌دهد. عبرتش این است تا زمانی که ما بر اساس دستور پیامبر زندگی کنیم، خطر ما را تهدید نمی‌کند، نه دنیای ما را خطر تهدید می‌کند و نه عقبای ما را. به بحثی که از پیامبر تخطی می‌کنیم، هم دنیای ما به مخاطره می‌افتد و هم عقبای ما. و اما در جنگ خندق باز بحث‌های طولانی و عجیب و غریب و نکته‌های ارزشمند اعتقادی و سیاسی و اجتماعی درش وجود دارد. جنگ خندق اسم دیگرش جنگ احزاب برادران. همه کسانی که با اسلام مخالف بودن جمع شدند، گفتند مدینه را محاصره می‌کنیم و مسلمانان را برای همیشه نابود می‌کنیم و پیامبر را از بین میبریم و برای همیشه خیالمون راحت میشود. ولی اونجا اطراف مدینه را خندق کندن و مسلمانان اونجا موندن و در مبارزاتی که به اصلاح صورت گرفت، عمرو بن عبدود از باریکه خودش رد کرد. از اون قهرمانان و پهلوانان عجیب و غریب بود که کسی حریفش نمیشد. اونجا باز میبینیم علی و سیمای علی را و غیرت علی را و ایمان علی را و شهامت علی را و ایستادگی علی را و غرش ایمانی و آسمانی امیرالمومنین. امیر ابن عبدودی که کسی اسمش رو میشنوید ذره ترک میشد. امیرالمومنین به مسافش رفت و او را به زمین زد و پیامبر یک جمله فرمود که همه تاریخ همین یک جمله برای امیرالمومنین کافی است. فرمود امروز تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاده است. علی یعنی روح اسلام، علی یعنی حقیقت اسلام، علی یعنی جوهری اسلام، علی یعنی تمام اسلام، علی یعنی خلاصه دین و ایمان و تمام حقیقتی قرآن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. طبعا فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السقلین. یک ضربت امیرالمومنین را پیامبر وزن کرد. همه عالم اگر خدا را تا قیام قیامت عبادت کنن، اجر او و ثواب او و ارزش او به اندازه ضربت علی یوم الخندق نمیرسد. چرا؟ چون او ضربت همه اسلام را نجات داد. اون ضربت باعث شد که دین و قرآن و اسلام و ارزش‌های توحیدی برای همیشه بماند. و اگر اون ضربت نبود و عمرو بن عبدود موفق می‌شد علی را به زمین بزند،
دیگه ریشه اسلام را خشکانده بود و چیزی از اسلام باقی نمیگذاشت و شاید امروز در تاریخ یاد میشد که یک دینی به نام اسلام آمد و هنوز منعقد نشده از این دنیا رفت. پس علی را بیشتر بشناسیم و علی گونه مؤمن شویم و علی گونه خدا را بندگی کنیم و بر مدار علی و ولایت علی زندگی دینی و ایمانی خود را آنگونه مدیریت کنیم که در سرانجام 60 سال زندگی از زندگی دینی و ایمانی خود راضی باشیم. امیدواریم که خدای متعال به همه ما این توفیق را عنایت کند که در مسیر دین و ایمان و ارزش‌های دینی ثابت قدم بمانیم. پروردگار را فرج مولامون مهدی را نزدیک و نزدیکتر بگردان. عرض سلام و ارادت ما را به محضرش تقدیم بفرما. وجود نازنینش را دعاگوی ما قرار بده. به همه عزیزانی که در نماز جمعه حضور پیدا کردن اجر دنیا و آخرت عنایت بفرما. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.